خب بسم الله الرحمن الرحیم. بخش مکمل اکسل ما شما کار کردیم و یاش هم کار کردیم و میمانه در آخر بنامه چیاد میشد؟ بنامه دیتا و انفارمیشن. خوب سعی کنیم. بسیار بخش مهم که از شما سوال هم شاید شود در جایی که شما امتحان بتین. از شما پرسال میکنه که در اکسل یا در هر دیتا بسی که شما میخوانین دیتا چیز و انفارمیشن چی تفاوت داره؟ ما شما در انگلیسی هم کار کردیم سیسنه ولده کمیتر زیادتر. Data is a collection of unorganized letters or words. Data is part of مجموعه حروف یا کلمات نامنظم می باشد که جزئیات بیشتر راجع به یک موضوع ارائه نشده باشد. سعی کنیم در اکسل. در اکسل یک عدد دیتا است. مثلا نشته می کنیم جمال یک دیتا است. ولی اگر من را انکشاف بدم، چون من انکشاف نداده می شنه، کابل یک دیتا است. اگر ما بخوایم که رب در باره از جزئیات بیشتر بتون موضوع انفارمیشن میشه. دیتا او مجموعه کلمات است یا او حرف است یا او عدد است که ما در باره از جزئیات نداده باشیم. که ما مثال میگیم که سه یک دیتا است، جمال یک دیتا است. اینی علامه کس چی سک، اینی علامه دش یا نقطه، هر چی که باشه یا کلشان چی گفتن میشه دیتا. ولی اگر ما در باره از دیتا اینال ما چی میکنم؟ اگه یک جدول داشته باشه مانند نیم، سالری، ماش، تکس، مالیش، هر کدام از این دیتا گفته میشه نشته میکنم که عمر، ماشش اینقدر، مالیش اینقدر، اینال مجموع کل از چی میشه؟ بنامه دیتا یاد میشه. پس اینجا هم گفته بر شما که information is a collection of organized letters or words. انفورمیشن عبارت از مجموعه حروف یا کلمات منظم می باشد که جزئیات بیشتر راجع به یک موضوع ارائه شده باشد. پس این چی میگه ما؟ انفورمیشن. و یک دانه زیر دیتا و مجموعه بنامه چیت میشه؟ چون ما معلومات دن حاصل کردیم کلش که اینی که اساس اینی چیز اینی چیز است. و اگر نشته کنم اینجا سیتی باسته بیوگرافیش نشته کنم اون انفورمیشن میشه. و اگر تنها باییم که عمر، عمر کیست؟ تو هم نمیشناسی، ما هم نمیشناسی. ولی باییم که فلانی در اینجا از اینجا در تمام مشخصات شبتان باییم چی میشه؟ انفارمیشن میشه. پس سه نوع دیتا داریم ما شما. الفابتیک دیتا، معلومات عروفی، نمرک دیتا، عددی و الفا نمرک دیتا. زمانی که ما شما یک اینی نمرک دیتاس معلومات است به شکل عددی است، عمر به شکل چیز حروف است. اگر من نشته کنم که آی ام، مثال میگم که آی لیو ان د 44th استریت یا اون د سیس نه به شکل، پسی شد اینجا 45 45 هم عدد شد هم حروف. پسی را ما چی میگیم؟ عدد یا معلومات حروفی و عددی با هم چیز هم گد است. که در یک شیت اکسل ما میتونیم که هم معلومات حروفی نشته کنیم و هم معلومات چی میتونیم؟ عددی میتونیم. و میتونیم که ما شما در یک جمله نشته کنیم که 10th دهم میشه که حروف عدد چی شود؟ گد با. پس این چی میگه ما شما؟ دیتا یا انفارمیشن میگه. پس میگه ما شما خود اکسل باز میکنیم. طریقه های باز کردنش ما شما روز قبلی هم براتون گفتم که در رن میریم اکسل یک طریق. طریقه دو ما شما در کجا میریم؟ آل پروگرامز مایکروسافت آفیس پیدا میکنیم، آفیس 2013. چی را پیدا میکنیم اینجا؟ اکسل. اکسل با ما چی میکنه اینجا؟ باز میکنه. یک دو طریقش. طریقه سومش یک شارکت برش جور میکنیم. در سر خود هر جای که اکسل از راست کلک پراپرتیز. در اینجا نشته از شارکت کی یک عد عرف مورد نظر تمیتی پی. کنترول آل پی را ما کم بیگه میگه برتون باز میکنه. ای به معنی چی؟ یعنی از این که ما شما بریم وقت مضایع نشه کنترل آلت پی را بزن دایرکت برتون چی را باز میکنه؟ اکسل را باز میکنه. و طریقه دیگه از منبعش میتونین شما پیداش کنین. در رن میرین براوز،
همیشه پیدا کنین که در کجا در ویندوز من سال می باشه درایو سی، پروگرام های من در کجا سال می باشه زیادتر درایو سی، پروگرام فایلز مایکروسافت آفیس پیدا کنین، ام ام ای زنین مایکروسافت آفیس، مایکروسافت آفیس 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 اینج آفیس 15 را میگیرین، اینجا ای را میزنین اکسل اوپنش کنین، بر شما میگه که این قصد تایم را کردین، درایو سی رفتین، پروگرام فایل رفتین، مایکروسافت آفیس پیدا کردین، آفیس 15 را باز اکسل دادین، اوکی کنین بر شما باز میگیرش و میتونین شما هم از طریق های مختلف دیگه هم، ولی باز کردنش کلش طریقاش مختلف ولی کاربردش یکی. وقتی که ما در صفحه اکسل اینی جمعیم به ما به این شکل در اکسل 2013 به این شکل نشان میده، چون از یا اندازه بدن کار میکنیم یا کلشان نمونه های کاری جور شده گیست، مثل در ورد که تمپلیت داشتیم در این هم ما شما یکی از خب یا چیست کلش نمونه های کاری ماست، نمونه های کاری به این خاطر که یک نفر جدول معاشات جور کردن نمیتونه کلش نمونه، بعد از کار ما شما شروع کردیم باز در اینجا میایم که چه قسم یک جدول معاشات جدول بانکی کلش جور کنیم، صرف یک نمونه کاری برتون جدول ها رو جور کرده، مثلا سایز کل کنه نه به این شکل جور کرده است، این باز ما شما بعدا کارش میکنیم، ولی اصل گپ ما سر چیز سر بلانک ورکبوک، ورکبوک میفهمیم که مجموع چندین شیت داریم. وقتی که اکسل با ما باز میشه صفحه اکسل، ما در قدم اول بفهمیم که سه انتخاب داریم، در صفحه اکسل سه انتخاب است، ما نشته میکنم یک چیز نیم، شما وقتی که سرجی کلک میکنین علامه ای که شما سه کنین مثبت سفید است، وقتی که بخواین این انتقال بدین از یک جا به جای دیگه که این سرجی ببرین از مثبت به تیر تبدیل میشه، این رو خوب سعی کنین نیم از اینجا انتقالش بده به اینجا، این دو انتخاب شد نه، وقتی بخواین که اضافه کنین نه اضافه کنین در این چنگ از این میبرین کنجک از مثبت سفید به مثبت سیاه تبدیل میشه، کشش کنین چندین دانه جور میشه، اگر مثال من اشرا میکنم سترده سیسنه اینجا کلکش کنم یک انتخاب است فعلا نه، اینم یا انتخاب یک انتخاب هم است، انتقالش بتم دو انتخاب میشه، ای علامه انتقال است، علامه اضافهش سرجه کلک و کش کو ساترده سنده من نتوزی اونیست اکسل این تو خوبی داره نشته که جنوری کلک کو سرش مکمل بطن میاره دا جای کش. امروز سر از همی جزیات کوچک ما شما امروز کار میکنیم پیش از اینکه به فایل یا بریم، میاییم چطور تایم تاریخ از طریق کیبورد اکسل بحثا میکنیم، کنترول سیمی کالم اینجا میزنیم سعی کنیم باش که سیمی کالم رو برتون جا ببینم که سیمی کالم اینجا سه کنترل سیمی کالم رو بدن اتومات تاریخ برتون میزنه تایم تاریخ که در اینجاست، کنترل شفت سیمی کالم رو بزنین تایم برتون میاره، کنترل شفت سیمی کالم تایم برتون میاره سیس نه، شما نشته کنین که دیگه امی چیزای کارهایی است که روزمره کار ما شما سر دید پیش از اینکه فایل ها بریم این جزئیات است، یک بر یک نشته کنین انتر بدن ماه اول تاریخ اول برتون اول جنوری، یک بر دو نشته کنین دوی جنوری را میاره، یک بر سه از ماه اول تاریخ سه میشه، دوی بر دو نشته کنین از ماه دوم دوی فوریه برتون میاره، خلاصه نمتار تا 12 بر 12 نشته که 12 دسامبر برتون دسامبر چیز مایه فهمیده شد، دیگه نشته میکنیم یک جای شما جدول نشته میکنیم شما را بندی یک دو کلش انتخاب کو از یک خطا نشته کنین از انتخاب سیم انتخاب کش کن این هم تو برتون تا جا کش میکنیم یک شما را برتون یا یک سه نشته کنیم تاق انتخابش کنید کش که عددهای تاق مکمل برتون میانیشه یا نشته که دو دو یا چار نشتهش میکنین عددهای جفت مکمل بر شما چی میکنین قسمت برتون میانیشه، پس میتونیم که ما در این قسمت این طرف هم کش کنیم دو 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 میره و این طرف هم کش کنیم کلش چار 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 میره
و یک قسم کش کنیم، کلش از چار چار به این شکل به ما میارشه. به هر شکل که شما شیوه که خودتان میخواین از این میتونید چی کنیم؟ استفاده کنیم. درست شد؟ و هر عدد که میخواییم، مثال یکی رو جمع دگه کنیم، همیشه مساوی. مساوی ساختمانی از فرمول است. مساوی چیست؟ فانکشن آف چیست؟ سترکچر آف فانکشن از ساختمان است که ما هر عدد دو جمع سه انتر پنج، هر عملیه را که جمع میکنیش ساختمان آغازش مساوی است. 12 تقسیم 2 6 ایره با ما اوتومات با ما چی میکنه؟ میکنه. سوال نیست؟ میمانه باز که سبا بخیر انشاءالله از قسمت جدول سازی و فایل ها ما شما چی میکنیم بخیر؟ شروع میکنیم.